وقتی نامه نرگس محمدی رو خوندم و اونجایی که میگه از شرایطی که برای بچه‌هاش، ناامنی که بچه‌هاش تجربه کردن، شرمساره به عنوان یک مادرش، ناامنی که نمیخواست اونها تجربه بکنن به دلیل فعالیتی که کرده و شرایطی که تو اون جامعه هست اونها تجربه کردن، نه به عنوان یک فعال حوزه کودک، به عنوان یک انسان احساس کردن خب من هم شرمسارم به خاطر مسئولیت اجتماعی که احساس میکنن در قبال فرزندان جامعه. و قاضی اون پرونده خود اعتراف کرد که ستار رو زیر شکنجه کشتم. ستار میخندید و من او را میزدم. آنقدر زدم که ستار زیر دست من از بین رفت. جرقه این حالا کمپین خیلی به سرعت با همین ایده زده شد، اینکه من هم شرمسارم یا من شرمسارم. و فلسفه اصلیش هم این بود که با این میتونه نقطه آغازی باشه برای مواجهه با این معضل اجتماعی. دقیقاً انگوش میزنم رو بخش اجتماعی بودنش و معضلم رابطه ای که شرایطی که کودکان تجربه میکنن در ارتباط با مادرشون که انتخاب کرده فعال باشه و فعالیت مدنی بکنه فعالیت توی شرایط جامعه ما منجر به محدودیت هایی مثل زندان خیلی میشه. نقد هایی به این حالا موضوع هم وارده، کسانی ممکنه نپیوندن، علاقه من نباشن به این کمپین به دلیل اینکه فکر میکنن خب این شرمساری مربوط به حاکمانه که این شرایط رو محدودیت ها رو ایجاد میکنن. در صورتی که من میگم هیچ فعالیت مدنی به نتیجه نمیرسه و اتفاق نمیفته در هیچ کجا مگر اینکه همه افراد جامعه این مسئولیت رو بپذیرن. منظور از این مسئولیت پذیری همین نیست که ما کاری کردیم، اینکه حتی کاری نمی کنیم یا اینکه فکر به کارهایی که میتونیم بکنیم نمی کنیم. و برخی هم البته از اون طرف ماجرا نگاه میکنن و نقد رو به اون والدینی وارد میدونن که شرایط جامعه رو میدونن ولی باز به فعالیت مدنیشون ادامه میدن. و من میگم ما به عنوان همون اعضای جامعه‌ای که مسئولیت اجتماعی داریم در قبال اون بچه ها حق هم داریم که در قبال نادیده گرفته شدن حقوق اون بچه ها سوال بکنیم و نقد کنیم رفتار پدر مادرها رو، هر کسی که هستن. اما این حق رو نداریم که از حقوق طبیعیشون جلوگیری بکنیم. ما حق داریم که فعال باشن و حق داریم که این انتخاب رو کرده باشن. اما اون چیزی که مهمه برای من توی این کمپین هستش که دنبال نتیجه هستم. دنبال نتیجهش منظورم اینه که بتونیم نهایتاً از زاویه کودکان به این ماجرا نگاه بکنیم، اون زاویه‌ای که نرگس محمدی تلاش کرده اگر موفق شده یا نشده که از اون زاویه به بچه‌هاش نگاه بکنه، نیازهای اونها رو ببینیم، اون احساسات اونها رو درک بکنیم و کمکشون بکنیم که با تو این شرایط بهترین شکل ممکن با این شرایط خودشون مواجه بشن، با این بحران مواجه بشن و تو آینده آثارش رو کمتر ببینن تو زندگی خودشون. و برای اینکه به نظر خود من این کمپین موفق بشه، اون چیزی که مهمه دوباره برمیگردم به حرف اول، اینکه این همون مسئولیت اجتماعی رو بهش نگاه بکنیم. موفق شدن این کمپین به دلیل اینکه داریم از بچه‌ها صحبت می‌کنیم مربوط به فعالان حقوق کودک فقط نیست.
این موضوع به فعالان حوزه زنان، فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر هم مربوط میشه و به طور کلی یک فعالیت اجتماعیه که اگر اتفاق بیفته قطعا میتونه موفق بشه و میتونه به مجموعی از این بچه ها که مادران یا پدرانی تو زندان دارن کمک بکنه تا به شرایط بهتری بخونه.